آقا مدیر عامل اسبق باشگاه سنگ آهن بافق هستن که با این همه پرونده‌ای که آوردن میخوان برای اولین بار اسم ببرن و افشاگری کنن. ما با فیروز کریمی متاسفانه سنگان باف تیمداری رو شروع کرد. ایشون ما واقعا به عنوان یه سرمربی فوتبال میشناختیم ایشونو، اما بازیکنایی که به نوعی بازنشسته بودن، بازیکنای علارغمی که بعضی از بازیکنامون که واقعا بهشون احترام میذارم دوستان میدونن، بازیکنایی که از فوتبال به نوعی استوار بازنشسته بودن اومدن با قراردادهای خیلی عالی قرارداد بستن و متاسفانه اون کارایی رو نداشتن. ما بازیکنانمون که بازیکنان اصطلاحا با تجربه ما بودن، کسانی بودند که به لحاظ فنی بهترین بازیکنان ما بودند و تمامشون هم سابقه عضویت در تیم ملی رو داشتند و در روزی که اومدن به تیم ما در بافق اضافه شدن، اونجوری که الان خودشون هم هستن خواهید پرسید، اصلا تا اون لحظه به شهرستان بافق مسافرت نکرده بودند و تمامیشون هم از لیگ برتر به جمع تیم ما اضافه شدن. یکی نمیدونم پاشو گرفت، یکی گردنشو گرفت، یکی موش سیخ میشد، همه یه جورای بافو رها کردن و اومدن در تهران برای به عنوان خودشون فیزیوتراپی. آقای کریمی، بازی با مسجد سلیمان من همراه تیم بودم، وقتی بازی رو 1-0 جلو بودیم 2-1 باختیم، در فرودگاه اهواز دست منو گرفت با اون حالتی که داشت و میگه من لیسانس روانشناسی دارم، گفت تفکری جان 100 میلیون به من بده من تیمو برم لیگ برتر. منم اون دستشو گرفتم گفتم فیروز جان 200 میلیون بهت میدم، اول تیمو ببر لیگ برتر بعد من پولو بهت میدم. خواهی که من خواستم بگم بیارم لیگ برتر، چرا گفتم 100 میلیون بده، گفتم 500 میلیون بده بیارم لیگ برتر. و جالب میگه آقا من داورا رو میخرم، شما پول به من بدید من داورا رو میخرم. داورا رو میخریم مگه کالاس داور؟ من یخچال تلویزیونه. جالبه، من یه قراردادی خدمتتون نشون میدم که این قرارداد داخلی باشگاه هستش. این رو ببینید، مهر باشگاه، کپی و امضای بنده کپی هستش. اینجا اصل و امضای اثر انگشت بازیکن هستش. ایشون اومد داخل قرارداد رو به نوعی نوشت تمامی مبلغ مندرج در قرارداد بدون هر گونه کسری از سوی باشگاه پرداخت میشه. این در زمانی که ما این قرارداد امضا کردیم و فرستادیم برای ایشون، این دست نوشته داخلش نبود. بس با چی باید اضافه کنیم؟ با پاکون اضافه کنیم؟ باید با خودکار اضافه کنیم؟ بندی که نوشتیم بچه‌ها همشون اینجا هستن. هیچ کس راضی نبود که اعتماد نداشت که 20% پایان فصل رو به حساب باشگاه بذاره. جالب بدونین آقای عباس آقایی اصلا ول کرد رفت، یه جورایی پاشو گرفت و گردنش که آقا من مصدومم و یه قرارداد 200 میلیونی بسته بودیم، تنها بازیکن 200 میلیون آقای عباس آقایی بود که 120 میلیون تومان گرفته، الان شاکی شده. آقای عزیز محمدی و آقای انصافی 120 میلیون قرارداد داشتن که جالبه 60% پولشون هم گرفتن. من میخوام ببینم تو این باشگاه اصلا کجای فوتبال مملکت چنین باشگاهی چنین هزینه‌ای کرده که این گونه خواسته باشن پول بگیرن و باز هم بیان شاکی بشن. تک تک بازیکن‌ها رو تو قراردادشون اون چیزی که مد نظرشون بود و با باشگاه صحبت کرده بودن من کم کردم. جالبه ساعت 6 بعد از ظهر تا 12 شب با ایشون کلکل می‌کردیم، آقا استفاتو بنویس و خدا پدر یکی از دوستان فدراسیون بیامرزه که واقعا گفت تا ایشون با خط خودش ننوشته استعفا باش تصویر نکنید که پدرتونو در میاره. همینم شد. تو اون مقطعی که من بودم سفید امضا کردم تصویر حسابمو، اثر انگشتم زدم که بتونن مربی بیارن، اگرم چیزی به من تعلق گرفت این قسمتشو بینی و بین الله بعد از امضای من خودشون نوشتن و به من دادن. تشکرم میکنم از برنامه 90. این روال منطقیه، اجازه فرصت رو به ما بدن که خودمون دفاع کنیم.